جمع آقای راد این صحبت هایی که جمعه گفتیم دوستان میرن دیدن و از اول حالا از اول من قرار شد که بیام اصلا یه جلسه اینجا بخونم اونا رو. خب چنین گفت، یعنی جناب کیخسرو، جناب کیخسرو چنین گفت: از آن پس با آواز سخت، یعنی رو کرد به بقیه و خیلی تند و با تشر، که ای سرفرازان پیروز بخت، سخنهای دستان شنیدم همه، که بیدار بکشاد پیش رمه. یعنی جلوی شما بیدار بکشاد، یعنی کاملا با گشادگی و با فصاحت و اینها جلوی جمع گفت: به دارنده یزدان گیهان خدیو، که من دورم از راه و فرمان دیو. به یزدان گراید همی جان من، که آن دیدم از رنج درمان من. میگه که من گرایش به یزدان باعث شد که مثلا آن رو بگیریم، گرایش به یزدان، یا آن رو بگیریم آن شیوهی که اتخاذ کردم، یعنی اون که رفتم دنبال این که برم اعتکاف کنم، برم تنها بشم، برم تاج و تخت رها کنم، آن را دیدم از درمان خودم یافتم، از رنج درمان خودم یافتم، را درمان خودم یافتم. به یزدان گراید همی جان من، که آن دیدم از رنج درمان من. بدید این جهان را دل روشنم، خرد شد ز بدهای او جوشنم. به زال آنگهی گفت: تندی مکن، بر اندازه باید که رانی سخن. حدت نگه دار. نخستان که گفتی ز توران نژاد، ز توران نژاد خردمند و بیدار هرگز نزاد. گفتی که من نژادم به تورانیان برمیگرده و اینها از توشون کسی بیرون نمیاد، خردمندی بیرون نمیاد. جهاندار پور سیاوش منم، ز تخم کیان شاه رویین تنم. نبیره جهاندار کاووس کی، دل افروز با دانش و نیک پی. به مادر هم از تخم افراسیاب، که با خشم او گم شدی خورد و خواب. نبیره فریدون و پور پشنگ. کی؟ افراسیاب. افراسیاب نبیره فریدون بود و پسر پشنگ. نبیره فریدون و پور پشنگ، از این گوهر از بن مرا نیست ننگ. من اصلا واهمه از نژادم ندارم. که شیران ایران به دریای آب، نشستی تن از بیم افراسیاب. دگر آنک کاووس صندوق سا، گفتی که کاووس اومد یه جعبه درست کرد و یه خورد عقاب بش بست و یه صندوقی درست کرد و باش خواست بره پیش آسمون و پیش خدا و پرواز کنه. و دگر آنک، یعنی دگر آنک گفتی، دگر آنک کاووس صندوق سا، سر از پادشاهی همی برفراخت. چنان دان که اندر فزونی منش، نسازند بر پادشاه سرزنش. پادشاه باید همت بلند داشته باشه. پادشاهی که همت نداشته باشه به درد نمون. پادشاهی که جهانگیر نباشه به درد نمون. پادشاهی که کشورگشا نباشه به درد نمون. میگه که در منش برتری طلبی نباید سرزنش کرد شاهان رو. چنان دان که اندر فزونی منش، نسازند بر پادشاه سرزنش. کنون من چو کین پدر خواستم، جهان را به پیروزی آراستم. بکشتم کسی را که از او بود کین، وزو جور و بیداد بود بر زمین. به گیتی مرا نیز کاری نماند، ز بدگوهران یادگاری نماند. انگار که این فرستاده شده بود برای که بدگوهران رو برداره از روی زمین و میگه دیگه کسی نمونده، یادگاری یعنی فرزندی از اینا باقی نمونده و منم دیگه کاری توی دنیا ندارم. هر آنگه که اندیشه گردد دراز ز شادی و از دولت دیریاز. ببینه میگه وقتی که اندیشه از این که آدم خوش بگذرونه و دولت پایدار و دولت ناتمام و
ایمورتال داشته باشه، میگه وقتی همچی شرایطی پیدا میشه، هر آن گه که اندیشه گردد دراز شادی و از دولت دیریاز، چو کاووس و جمشید باشم به راه، چو ایشان ز من گم شود پایگاه، چو ضحاک ناپاک و تور دلیر که از جور ایشان جهان گشت سیر، بترسم که چون روز بر نخ کشد، چو ایشان مرا سوی دوزخ کشد. بر نخ کشیدن یکی پس از دیگری رفتن، میگه روزها یکی پس از دیگری سپری بشه و زمان بگذره و بگذره و بگذره و بگذره و من بر همین منوال پادشاه باشم، آخرم آخر عاقبتم بشه مثل همینا، مثل ضحاک، مثل این. چو ایشان مرا سوی دوزخ کشد، دگر آنک گفتی که با شیده، یعنی همون پشنگ، دگر آنک گفتی که با شیده جنگ، بیا راستی چون دلاور پلنگ. از آن بود که از ایران ندیدم سوار، نه اسبافکنی از در کارزار. من دیدم که تو اینا آدمی نیست که حریف این باشه. اتفاقا تو اون جنگ هم گفت، اگر یادتون باشه، وقتی که برگشت ایرانیان گفتن که چرا تو میری به جنگی، ما میریم به جنگی با شیده، با پشنگی، دوتا اسم داشت دیگه. گفت که خسرو گفت که به خاطری که اون، شما هیچ کدوم تو حریف این نیستین و اون قدرت جادویی داره و انگار تسلط فوق‌العاده‌ای داره بر جهان و زمین و زمان و سلاح و اینها، و هیچ کدوم تو حریفش نیستین و کسی باید با او بجنگه که فر داشته باشه. به خاطر همین خودش رفت جنگ. میگه که تنها برای او به جنگ آمدی، که آن سوار به ترمد از ایران ندیدم سوار، که آن سوار تنها بر او به جنگ آمدی، چو رفتی به رزمش درنگ آمدی. یعنی اگر رفت جلوش بتونه مقاومت کنه. پس من در اونا کسی ندیدم، در ایرانیان، که کسی بتونه درنگ کنه در مقابل رزم پشنگ. کسی را کجا فر یزدان نبود، وگر اختر نیک خندان نبود، همه خاک بودی به جنگ پشنگ، از ایرا بدانسان شدم من به جنگ. بدین 5 هفته که من روز و شب همی با آفرین برگشادم دو لب، یعنی دارم نیایش میکنم، بدان تا جهاندار یزدان پاک رهاند بدان، یعنی به آن که بدان تا جهاندار یزدان پاک رهاند مرا از این غم تیر خاک، شدم سیر از این لشکر و تاج و تخت، سبکبار گشتیم و بستیم رخت. بکنه یه چیزی که واقعا اتفاق میفته این شروع تغییر تمنا و تغییر خواهش هست. اتفاقا من با الاغه جان داریم یه تحقیقی رو همراه انجام میدیم که در مورد این دگرگونی و دگردیسی زندگی صوفیانه که عده از عرفا چطور میشه تغییر میکنن، چجوری میشه میچرخن، این چرخش چجوری اتفاق افتاد. حالا شروع کردیم، داریم یه سری چیزها رو میخونیم. منظورم اینه که وقتی که انسان تغییر میکنه، به محض اینکه قدم در راه تغییر میذاره، یهو یه دنیای دیگری جلوش باز میشه و یه افقهایی رو میبینه که تا همین دیروز نمیدیده. تغییر این شکلیه. تغییر اینه که اول یه چیزایی در آدم میشکنه و وقتی که میشکنه، آدم یهو یه افقهایی براش. ببینید این آقای کیخسرو اینو میگه. ببینید میگه که بدان تا جهان دار یزدان پاک رهاند مرا از این غم تیر خاک، شدم سیر. ببینم میگه بدین 5 هفته که من روز و شب همی بافرین برگشادم دو لب، یعنی به محضی که خواستم که اوضاع عوض بشه، بدان معذرت میخوام، هی بد میخونم بدان رو، این بافرین با خداوند نیست، بافریننده نیست، نه با همی بافرین یعنی با سلام و کرنش و ستایش. آفرین یعنی آفرین کردن، به معنی ستایش کردن و سخن نیک گفتن و دعا خوندن. اینا هم نقطه مقابل نفرینه. میگه که بدان تا جهاندار یزدان پاک رهاند مرا از این غم تیر خاک، تصمیم گرفتم که برم تو این مرحله، شدم سیر از این لشکر و تاج و تخت. میگه یهو دنیا عوض شد برای من، افقها عوض شد.
من اگر تا دیروز هم سیر نبودم از تاج و تخت، دیگه الان سیرم از تاج. به محضی که شروع کردم تغییر رو، دیگه الان دیگه همه چی عوض شد، شدم سیر از این لشکر و تاج و تخت. سبکبار گشتیم و بستیم رخت. تو ای پیر بیدار دستان سام، مرا دیو گویی که بنهاد دام. مرا دیو گویی که بنهاد دام، به تاری و کجی بگشتم زرا. روان گشت بی مایه و دل سیاه، ندانم که بادافره ایزدی کجا یابی و روزگار بدی. میگه نمیدونم که کیست این، به ازای این فکری که در حق من کردی کیفر ببینی و پشیمان بشی از این حرفی که در مورد من زد. دو تا من سوال دارم. یکی سوال کوچیکه، گفتی که ولف اونجا گفته بوده که شمیدن به معنی بله اندر شمید، یعنی که زاری کرد، که زاری کرد اصلا نمیخوره، یعنی که اینکه همراه نشد، باور نکرد، قبول نکرد، حرفش به اعتبار شد کرد. خود ملات و عبارات مترسه گفتن اینکه بخواد گرگه بکنه در اون شرایط، اصلا با حرفایی که زد و با دلائلی که قام کرد، اگه اونجا گرگه میکرد من نمیخورد. من نمیدونم چرا ایشون گفته و چرا فکر میکنید که قشنگ بود. ببینن به خاطری که کیخسرو توی حالت انقلاب روحیه. کیخسرو از یه طرف یه پادشاه بزرگه و وقتی که مثلا یه کسی مثل زال در مقابلش قرار میگیره و میگه، همه اون سخنان زال هم خیلی منطقی بودن که، حرفاش که نامنطقی نبودن که. اینجا در واقع کیخسرو منقلب شد. حالا یا شمید رو باید بگیریم به معنی که بیهوش شد، یا باید بگیریم به معنی خودش را خودش رفت اندرش هم، یعنی اینو که خودش رفت حالش گرفته شد که این شرایط مثلا اینطوری هم میشه بگه. آها، یعنی بهش برخورد. آها یه ذره خودش رفت، آها خودش آها، یعنی بیهوش شدم نگیریم، بگیریم به معنی، به معنی این که در خود فرو شد، خب اندیشه شد، در اندیشه فرو شد. خب این که نکته اول چرا اصلا برای این که ما بخواهیم چطور ترتون بکنیم که تو بخواهیم معنی کنیم از در شمید رو، برام هنوز سوال خیلی بزرگی که چطور میشه گرگه کرد ترجمه کرد، به خاطر اینکه وقتی یه نفر داره حرف میزنه، داریم خیلی احتمال برای من اتفاق افتاده که من رو قضاوت کردن و اون قضاوت با اون چی در نیت واقعی من بود، در وجود من بود، متفاوت بود. در این همشهری تو آدم یک آدم همچین ناراحت میشه که چرا یه همچین انعکاسی از من دیده شد و شنگ، تا اینکه بخواد حالا بره تو فازی که بخواد گریه کنه. معمولا موقع دادم گریه میکنم که گفتی منقلب بشه، حرف بید طرف ببینه واقعا عمیقه، ببینه واقعا درست میگه و من تا اونجا نتونستم پرواز کنم و در چه از خودش بعدش بیاد به نظر اینشون میشه وقت وقت گریه میکنم. این مورد اول دو بخش اون بخش مورد کرد. نه دومی که وجود داره خیلی اتفاقا در کمال این که باید بزرگی شاه رو ما و همه حرفی که میزنه در واقع دو تقابل بین دو اندیشه هست، دو حکمت هر دو بزرگ هست. اونجا آقای زال داره میگه که شما به عنوان یک آیکون، شما میگه که رفتیم به جنگی با شیده، ممکن بود که کلی ایران زمین به هر کسی که به شما تضمین ندون که اونی بشید، پس حواست بوده نبود به این موضوع. در واقع همون که شما فرمود غرور بود، خودخواهی بود، همون که داره میگرد تقییده میکنه کسی نبوده، اگر مثلا جایی رو نوشته است که هیچ کس نمیدونسته با اون به جنگی فقط نمیست، یه نوع خودخواهی. و بعد وقتی با جلو تر میریم ببینید اینجا میگه تا من تا یه جایی دیگه احساس کردم که دیگه دلم نمیخواد، بیزار شدم از تاج تخت، گفتم با تاج تخت که نمیخواد. این باز به این معنیه که انگار نه انگار که تو میگه که وظیفه نسبت به ایران داری، به اون سربازات داری، به این مملکت داری، تا زمانی که دوست داشتی تخت و تاج رو وارث بیفترش، حالا دیگه بیزار شدی، سیر شدی، یه خدافظ. خب این هم حرفی که تو من زال میزنه شما، پس مسئولیت نسبت به ایران و ایرانیان از چه میشه؟ یعنی این دو تا رو با هم که نگاه بکنی درسته بزرگی داره، ولی از این طرف دیگه به نظرم همه تصمیماتش هر چند که درسته، هر چند که معنوی خودخواهانه هم هست. بله بله بله، این کاملا حس میشه. یعنی این دو وجه الان میرسم به فرماشتیم.
این دو وجه کاملا حس میشه و فردوسی هم هر وقت میره همون دیدی که میگه زال به نظر من دیده میشه اینجا هم. یعنی همون اجتهایی که داره میگه و همون دیدی که داره میگه هر دوش داره میشه رو به خاطر که تمام و کمال همونطور که شما دارید میبینید از خودش دفاع میکنه و از خاص و نخواست خودش داره صحبت میکنه. اصلا این چیزی غیر از خاص و نخواست خودش و تفکر خودش اینجا مطرح نیست. بله البته یه چیز هست که سروش بهش میگه که سروش بهش میگه یه کسی رو بر سر تخت خودت باد بگماری که یعنی یه همچی چیزی. اجازه بدین مریم خانم فرمایش رو بکنم. بله بفرمایید. من پیرو صحبت ایشون میگم این خودش میدونست که کینش یا افرادی که در نسل و نژاد این بودن همه بد بودن و نمیخواست که بد بشه، ولی الان وقتی زال بهش گفت اوقاتش بد شد، در حالی که خودش هم اذعان داره میدونست و الان هم داره میگه الان برای دفاع خودش حتی اگر حقیقت تام باشه برای دفاع خودش نباید تمام ایرانیان رو خراب میکرد. هیچ کسی نبود که بخواد جلوی پشنگ بسه از ایرانیان، یعنی توی ایرانیان یک نفر نمیتونست مقابل با این خیلی حتی اگر حقیقت باشه به زبان آوردنش خیلی خود من تضعیف روحی هست. بفرمایید. این یک شباهتی به حالت افسردگی نداره، حالتی که حسوب یعنی خود افکارش پریشون شده خسته شده، یه انگیزه نداره، در واقع حالت طبیعی ندارد و مریضگونه و همون حالت دیو نفوذ کرده پوش کرده این حالت رو داره و خیلی ببینید تحلیل روانشناختی، البته من واقعا متخصص نیستم، روانشناسا میتونن از روی متون کاراکترهای داستان رو تحلیل روانشناختی بکنن و اتفاقا از منظر تحلیل روانشناختی هم خیلی ما بهتر هم متون رو میشناسیم هم به دستاوردهای خیلی، یعنی منظورم که چیز خیلی خوبیه تحلیل روانشناختی از من. واقعا ممکنه بله تو تحلیل روانشناختی ما برسیم به این که بله این مثلا یک نوع افسردگیه. من جنبه مثبتی که درش میبینم انتقال قدرت مسالمت‌آمیزه، چون که به هر حال ما تجربه انتقال قدرت مسالمت‌آمیز نداریم و تجربه انتقال قدرت مسالمت‌آمیز یا این یه شکلی از انتقال قدرت مسالمت‌آمیزه، این جنبه مثبت رو درش میبینم. ولی اون نکات روانشناختی که شما میگین، اون مبانی هستی شناختی که دوستان میگن، اینا خب همه واقعا هست و تحلیلم میطلبه واقعا. درسته؟ بله بفهم. اون جنابالی فرمودید که چرا میتونم میگید دوست من به این خاطر میرفتم که فکر میکردم این به خاطر نیروهای اهریمنی میتونه هر کسی رو بکش، من به این خاطر رفتم جنگ، برابری تنها خوشهای نیروی یا چیز نبوده. و دیگه این که این جنگی که پادشاهان یا حتی ورزشکاران وقتی در نهایت چیز از همه رو زدن کشور آروم شده خیلی مدن کناری کنی کردن اون چه مصابه راحتی میتونه که نفر جایی خودش انتخاب کنه. میکنه کارگرش رو میگه قبلا ندیدیم کلکابوس هم نه ببینم کلکابوس قدرت رو به در واقع به نواده خودش داد، ولی که خسرو داره اصلا واقعا انتقال قدرت به معنی واقعی کلمه این داره میدونه اصلا یه جای دیگه ای. شما باید اینم در نظر بگید که 60 سال از کشتن به اصطلاح افراسیاب گذشته ولی 60 سال واقعا تو معیارهای شاهنامه عدد و رقم زیادی نیست، چون مثلا فرض کنید کیقوباد 150 سال حکومت کرده، تو 150 سال حکومتش تازه مثلا فرض کنید یه مدینه فاضله پی افکنده و ساخته، مثلا 120 سال و 1000 سال آقای ضحاک و ضحاک 1000 سال حکومت کرد، یعنی اگر بخوایم با معیارهای امروز بگیریم باید بگیریم 6 سال مثلا 6 سال گذشته اگر تو کانتکست خودش بخوایم ببینیمش. بله خب من یه جمله کوچولوی خیلی معترض بی‌معنی هم من بگم. بفرمایید. خب پادشاهیه، شما از شاه چه انتظاری؟ شاه هر کار دلش بخواد میکنه، خودش هم توی اونجا گفت که شاهو که نباید سرزنش کنیم که بخواد بلند پروازی کنه یا حالا ول کن قدرتو ول نکن قدرتو، این رو هم در نظر بگیرین که توی کانتکست حکومت شاهیه. بله حکومت مطلقه قرار داریم،
دارین نگاه میکنین. خب بله، ما البته واقعا به نظرم صحبت دوستانم همه تو همه کانتکسته، یعنی فرض بر اینه که اون حکومت مطلقه هست، ما با دنیای مدرن که مقایسهش نمی کنیم، واقعا داریم با همون دنیا مقایسهش می کنیم. حالا یه شاعر داریم با یه شاعر دیگری می سنجیم، مثلا داریم کیخسرو رو با افراسیاب می سنجیم یا با کیکاووس می سنجیم. کیکاووس پدر بزرگ همینه دیگه، داریم این دوتا رو با هم می سنجیم. و درس هایی که مثلا از این میتونیم بگیریم برای مثلا دیوان سالاری، چون شما اگر نگاه بکنید فردوسی تو دوره غزنویان در واقع محصول کار فردوسی تو دوره غزنویان میشه گفت که داشت بارور میشد دیگه. شاهنامه وقتی که سلطان مسعود میاد رو کار که تاریخ بیهقی تو دوره نوشته شده و ما دربار مسعود رو با دقت میتونیم بخونیم، کار فردوسی تموم شده و شاهنامه سروده شده در واقع. خب اینها میتونه الگوی دیوان سالاری باشه در دوره سلطان مسعود و پادشاهان غزنوی و سلجوقی و میتونه الگوی مثلا فرض کنه ادب فارسی باشه، نوشتن ها و کتاب ها باشه، فرهنگی که ما داریم باشه. از این منظر داریم بهش نگاه میکنیم دیگه، نه از منظر این که حالا با دنیای امروز وفق بکنه. ولی به هر حال نکته خوبی است. من منظورم دنیای امروز نبوده، منظورم اینه که خب حکومت پادشاهی زمانی که پادشاه قدرت داره امروزه هم خب پادشاهی هست، ولی اصلا کلا یه چیز دیگه است دیگه، هی کم شده قدرت. ولی وقتی داریم تو اون کانتکست حرف میزنیم، شما انتظار دارین شاه منافع کیو بذاره اول؟ حالا حتی شاه خیلی خوب، شاه به قول اینجا یا دیکتاتور بنولنت، خیرخواه، دیکتاتور خیرخواه، ساری، حتی اونم دیگه بالاخره در منویات خودش در درجه اول قرار داره. معلوم من شوخی بات بکنم بفهم. میگم تو بنولنت رو ترجمه کردی به خیرخواه ولی بعدش گفتی ساری. نه ساری که انگلیسی گفتم و میدونم با لحجه خیلی بدی گفتم، احتمالا بد تلفظ کردم، در لحظه معنیش نیومد تو ذهنم، دارم آلزایمر میگیرم. دور از جونت. خب کجا بودیم ببخشید؟ گفتار اندر پوزش خواستن زال از کیکوس. چو دستان شنید این سخن خیره گشت زال، یهو اینجا در واقع خیلی کنف شد، همه چشمش از روی او تیره گشت، خروشان شد از شاه و بر پای جست، چون این گفت که ای شاه یزدان پرست، ز من بود تیزی و نابخردی، معذرت، توی پاک و فرزانه و ایزدی، سزد گر ببخشی گناه مرا، اگر دیو گم کرد راه مرا، مرا سالیان شد فزون از شمار، کمر بستم پیش هر شهریار، ز شاهی ندیدم که زینگونه راه بجستی به دادار خورشید و ماه، ز شاهی ندیدم که زینگونه راه بجستی به دادار خورشید و ماه. ما هیچ وقت ندیده بودیم یه شاهی بخواد بلند شه بره پیش خدا. یا ببی ظالم حرف من بزن. بله 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 بله. کنون گشت کیخسرو آموزگار، بسیار خوب، اگر این راه درستیه تو فتح باب کن، تو آموزگار باش برای شاهان بعد. اینجا در واقع حالا همون مسئله انتقال قدرتی که من میگم. کنون گشت کیخسرو آموزگار، که زو دور بادا بد روزگار، نخواهم که باشم ز خسرو جدا، خرد هست بر تیر جانم گوا. میگه همه این بیتاقتی من، همه این گستاخی من به خاطر این بود که من طاقت ندارم تو نباشی، خرد هست بر تیر جانم گوا. و خرد در واقع سوگند انگار میخورم به خرد، یا خردمندی من گواه صحت منه، فزون است از آن رنج و کردار شاه، به ایران به نزدیک هر نیکخواه، که ما را جدایی بود آرزوی، از این دادگر خسرو نیکروی. خب این
بیته یکم سخت این دوتا بیت، فزون است از آن رنج و کردار شاه. بذارم نمچی نوشتم، رنج ما از عمل کرد شاه بیشتر به خاطر آن است که این دادگر خسرو خواهان جدایی از ماست. فزون است از آن رنج و کردار شاه به ایران، فزون است از آن رنج و کردار شاه به ایران، به نزدیک هر نیکخواه که ما را جدایی بود آرزو. میگه که رنج ما به خاطر این افزونه، به خاطر این زیاده از عمل کرده شاه، که این یعنی ما، منظورش نیکخواهانه، ما نیکخواهان که ما را جدایی بود آرزو، که شاه از ما جدایی آرزو میکنه، آرزوی جدایی از ما را دارد. میگه اینه که ما را آتیش میزنه از این دادگر خسرو نیک خوبی. کاشکی که نمیخواستی از ما جدا بشی. شاید اینجا اون قافیه بعدش خراب میشه که از ما جدایی باید ما را، که از ما نه خراب نمیشد وزنش، که از ما جدایی بود. بله بله، این شکلی که داره به کار میبره یه مقدار غلط انداز، جای مفعول عوض میشه. از هم بگذارید معنیش هم خلاص میشه. بله بله، اگه اون شکلی باشه بزنم ببینم تو نسخه بدل چیه. 490 هست که ما را جدایی نبود آرزویی، ها که ما از او جدایی آرزو نداشتیم. آره توی نسخه هست نبود آرزو، که ما را جدایی بود آرزوی، که از ما به قول آیتویدی جدایی آرزو میکنه از این دادگر خسرو نیک خوی. سخنهای دستان چو بشنید شاه پسند آمد. جان مثلا دوم بریم هم نبود جدور بشه، ما جدایی نبود آرزوی از این دادگر خسرو هم نبود باشه. شما یعنی اون نسخه رو شما تایید میکنه که ما را جدایی نبود آرزوی از این دادگر خسرو نیک خود. مثل دوم نبود باشه. بله میچسبه بهش. خب ولی اگر از این باشه، یعنی نسخه آقای خالقی، همین نسخه‌ای که هست رو بگیریم، از این دادگر خسرو نیک خوی، یعنی فزون است از آن رنج و کردار شاه به ایران، به نزدیک هر نیکخواه از این دادگر خسرو نیکخوی، که ما را جدایی باید، یعنی باید جای دوتا مصرع رو عوض کنیم اگر بخوایم این شکلی بخونیم از نظر معنی. خب سخنهای دستان چو بشنید شاه پسند آمدش پوزش نیکخواه. خب شاه هم عذرخواهی آقای زار رو قبول کرد. سپهبد بدانست کان جز به مهر نپیوست بر شاه خورشید چهر. بیازید و بگرفت دستش به دست، بر خیش بردش به جای نشست. چون این گفت پس شاه با زال زر، که اکنون ببندید یک سر کمر، تو و رستم و توس و گودرز و گیف، دگر هر که او نامدار است و نیف. سراپرده از شهر بیرون برید، درفش همایون به هامون برید، ز خرگاه و از خیمه چندان که هست، بسازید بر دشت جای نشست. درفش بزرگان و پیل و سپاه، بسازید روشن یکی بزمگاه. چنان کرد رستم که خسرو بگفت، ببردند پرده سرای از نهفت. به هامون کشیدند ایرانیان، به فرمان ببستند یک سر میان. زمین کوه تا کوه پر خیمه بود، سپید و سیاه و بنفش و کبود. میانن در اون کاویانی درفش، جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش. سراپرده زال نزدیک شاه، برافروخته زو درفش سیاه. به دست چپش رستم پهلوان، ز کاول بزرگان روشن روان. به پیش اندرون توس و گودرز و گیف، چو گرگین و خراد و شاپور نیف. پس پشت او بیژن و گستهم، بزرگان که بودند با او به هم. همه اینها خلاصه از نهفت رفتند، یعنی از اون جایی که فقط یه عده خاصی به شاه راه داشتن و بار داشتن، اینها رفتن در سراپرده رو کشیدن به هامون، که جمعیت بزرگی اونجا بودن. و حالا توصیف اون سراپرده و اینها رو هم کرد، گفتارن در پند دادن کیخسرو ایرانیان را. حالا دیگه میخواد با همه سخن بگه. شاهنشاه بر تخت زرین نشست، یکی گرزه گاو پیکر به دست.
این تخت زرین هم منو چیز میکنه، غیرتی میکنه. همه شاه ها بر تخت زرین میشنن، ما هیچ غیرتی میشنن. شهنشاه بر تخت زرین نشست، یکی گرزه گاو. نه خندن آقا، من خودم در حال خندم میگه. یکی گرزه گاو پیکر به دست، در حالی که یک گرزی به دستش بود. به یک دست او زال و رستم به هم، چو پیل سرفراز و چو شیر دژم. به دست دیگر توس و گودرز و گیو، چو رهام و شاپور و گرگین نیو. نهاده همه چشم بر چهر شاه، بدان تا چه گوید ز کار سپاه. به آواز گفت آن زمان شهریار، که ای پهلوانان بهروزگار، هر آن کس که دارید رای و خرد، بدانید که نیک و بد بگذرد. همه رفتنیم و گیتی سپنج، چرا باید این درد و اندوه و رنج؟ زهر دست چیزی فراز آوریم، به دشمن بمانیم و خود بگذریم. میگه یادتون باشه شما هرچی به دست بیارین میدین به دشمناتون، اولین دشمناتون هم بچه هاتون. که چیز میگه آقای فکر کنم نظامیه، میگه دشمنی بالاتر از اولاد نیست، شاخ گاوی بدتر از داماد نیست. یعنی اولین دشمن همه. ما یکی از دوستان در کرد ما یکی از دوستان در کرمون سرطان داشتن، سرطان کلو جراحیشون کرده بودن، و بعد اینجاشون خب یه سوراخی بود، دامادش دکتر بود، جراحیش کرده بود، اینجاش در واقع یه سوراخی بود و از اینجا کلوستومی میکردن و اینها. بعد رفته بودیم عیادتش، گفت که خب دیگه میگن شاخ گاوی بدتر داماد نیست، اینم شاخ گاویش برو کرده و خلاصه. و میگه که زهر دست چیزی فراز آوریم، به دشمن بمانیم یعنی رها کنیم و خود بگذریم. کنون گاو رنجت به چرمندر است، که پاداش و پادفره از داور است. میگه این که اینجا یعنی در نهایت، اما در نهایت. این کنون یعنی فعلا تا زنده ای. میگه تا زنده ای گاو رنجت به چرمندر است، یعنی گاو رنجت زنده است. تو انگلیسی هم یه اصطلاحی هست، من گشتم پیداش کنم پیداش نتونستم بکنم، که میگن گاو وقتی میخوام میگن زنده است میگن روش سومه. تو انگلیسی میخواستم دقیقا ترم انگلیسیش پیدا کنم پیدا نکردم، میگن گاوش روی سومه یعنی گاوش زنده است. ما تو فارسی میگیم به چرمندره، یعنی هنوز پوستش ازش جدا نشده یعنی زنده است. میگه که کنون گاو رنجت به چرمندر است، یعنی هنوز سرپایی، هنوز رنج میبری، هنوز میتونی کار کنی، هنوز اراده داری، هنوز توانایی داری، که پاداش و پادفره از داور است. اما در نهایت یک سرنوشتی داری که اون سرنوشت الان که وقت داری، الان که میتونی دریاب، که آخر دفعه دیگه نمیتونی، که توانش نداری. خدا کیفر میده. بترسید یک سر ز یزدان پاک، مباشید شادان بدین تیر خاک. که این روز بر هر کسی بگذرد، این مباشید شادان یعنی اکتفا نکنید به این موقعیتتون، فکر نکنید همه چی اوکیه. که این روز بر هر کسی بگذرد، زمان دم ما همی بشمرد. ناکنه اینم چقدر به حرف قشنگیه، میگه روزگار داره نفسهای ما رو میشمره، ما خودمون نمیدونیم. ماهی داریم میگیم یه نفر روزگار نشسته داره میگه 1 2 3 4، خیلی نامردیه آدم وقتی میفهمه روزگار داره نفساش نمیشمن. یه شاعر سبک هندیه، نمیدونم کلیمه یا کیه، میگه کلیم کاشانی به نظرم، میگه در قطع نخل بلند حیات ما، چون اره دو سر نفس اندر کشاکش است. میگه این نفسه که داره میاد میره، هی داریم میگه میگه این مثل صدای عرس که داره نخل میبره، ما هم چقدر خوشحالیم که داریم نفس میکشیم، هی او زیر داره بریده میشه و ما هم داریم خوشحالیم که داریم این نفس میکشیم دیگه. یعنی این صدای عرس، چون عرده دو سر نفس اندر کشاکش است. و خلاصه میگه که حواستون باشه که دارن میشمارن، ببینن که این روز بر هر کسی بگذرد، زمانه دم ما همی بشمارد.
ز هوشنگ رو تا به کاووس شاه که بودند با فر و تخت و کلاه، جز از نام از ایشان به گیتی نماند، کسی نامه رفتگان برنخواند. خب این نامه یعنی عملکرد، زندگی، روزمرگی، و نامه کسی رو برنخوان این معلوم نیست چه بلایی سرشون اومد، یعنی نامه اعمالشون رو ما نمیدونیم، اون مکتومه، نامعلومه. میگه اینا همه رفتن، کسی هم معلوم نیست حالا چی کار کردن، چی شدن و چی بودن. ما یه مثلا یه چیزی مثلا جزئیاتی در موردشون میدونیم. وزیشان میگن که بایزید بسطامی بهش گفتن که با این نامه سیاهت خجالت نمیکشی او دنیا رفتی پیش خدا؟ چی میگی به این نامه سیاهت وقتی اورد؟ گفت که اگر من از بندگی ساقطم، خدای از بزرگی ساق، از خدایی ساقط نیست. او خداوندی خودشون کن چکار به نامه اعمال ما داره، او کاری میکنه که باید بکنه، ما نامه اعمال ما هرچی میخواد بکنه. و خلاصه در واقع تو نگاه بایزید مثل نگاه کیخسرو نیست. کیخسرو داره میگه کسی نام اعمالشون نخوند و معلوم نیست چی میشه. جز از نام مزیشان به گیتی نماند، کسی نامه رفتگان بر نخواند. وزیشان بسی ناسپاسان بودن، وزیشان یعنی از این بزرگان، بسی ناسپاسان بودن، به فرجام از آن بد حراسان بودن. چو ایشان همان من یکی بنده ام، وگر چند بر رنج کوشنده ام. بکوشیدم و رنج بردم بسی، ندیدم که ایدر بماند کسی. میگه که من خیلی رنج بردم، یعنی منظورش این که همتهای بلند داشتم، کارهای مهم کردم، ولی تا حالا ندیدم که کسی بمونه. کنون جان و دل زین سرای سپنج بکندم، سر آوردم این درد و رنج. کنون آنچ جستم همه یافتم، ز تخت کیی روی برتافتم. هر آن کس که در پیش من برد رنج، بمانم بدو هرچه خواهد ز گنج. هر کی رنج برده بیا حقش رو بگیره. ز گردان ز هر کس که دارم سپاس، بگویم به یزدان نیکی شناس. تازه حقتونی که میدم هیچ، او دنیام هم هواتونو دارم، میرم تعریفتونو میکنم. ز گردان ز هر کس که دارم سپاس، بگویم به یزدان نیکی شناس. بر اینانیان بخشم این خواسته، سلیح و در گنج آراسته. هر آن کس که هست از شما مهتری، ببخشم به هر مهتری کشوری. همان بدره و برده و چارپایی. برده و بدره یعنی صامت و ناطق، بدره یعنی صامت، برده یعنی ناطق. بدره یعنی سیم و زر. چی گفتم من؟ کیسه زر. بدره یعنی کیسه زر، یعنی به اصطلاح صامت، برده یعنی ناطق. بعدهای تبدیل شد به صامت و ناطق. همان بدره و برده و چارپای، برندی شما آرم شما رش به جایی. ببخشم که من راه را ساختم، یعنی آماده شدم برای رفتن. وزین تیرگی دل به پرداختم، شما دست شادی و خوردن برید. به یک هفته ای در چمید و چرید، هرچی میخواه فعلا حال کنید، بگین و بخونین و برقصین و شراب بنوشین و اینا جشن علا. بله؟ یه هفته جشنه تا تکلیف همه معلوم بشه که مثلا کی مهتر کجا هست. داره میخواد بگه مثلا فلان سرزمین مال فلانی، داره قدرت رو چیز میکنه دیگه، تقسیم. یک هفته ایر چمی تازین سرام سپنج، گذر یابم و دور مانم زرنج. چو که خسرو این پندها برگرفت، بماندند گردان ایران شگفت. یکی گفت که این شاه دیوانه شد، خرد با دلش سخت بیگانه شد. ندانم به دوبر چه خواهد رسید، کجا خواهد این تاج و تخت آرمید. دیگر گفت گفتار او ایزدیست، نه از راه کجی و از بی خود. این ما که الان اینجا هستیم، آدمایی هم که وجودن همین مواضع مختلف رو فند. یک سر برو همه شر بود و راه کوه، اوه نای و این غو هم تو بعضی نسخ هست. غو یعنی غوغا سر صدا، او هم یعنی غوغا سر صدا، فرقی نمی کنه. اوه نای و آواز مستان ز دشت،
تو گفتی همین از هوا برگذشت، همه شروع کردن به خوشگذرونی و سر صدا و اینا. ببودند یک هفته زین گونه شاد، نیامد کسی را غم و رنج یاد. خب دیگه فکر کنم من نمیدونم هفته دیگه واقعا جلسه که خسرومون تموم بشه یا نه، ولی به هر حال یا هفته دیگه تموم بشه یا هفته بعد که اصلا کلا این مجلد تمام خواهد شد و باید یه فکری بکنیم برای ادامه کارمون. حالا به زودی وقتش میرسه، تا هفته دیگه. بسته نباشید.